دلتون میخواد احساساتتون رو به بهترین شکل ممکن کنترل کنین؟ از ناکامی‌ها و سرخوردگی‌هاتون مفیدترین درس رو بگیرین و راحت‌تر پشت سرشون بذارین؟ در این قسمت بهتون میگم که چطور میشه احساسات رو به مفیدترین شکل ممکن مدیریت کرد. واقعیت اینه که احساسات میتونن کلی از آدم انرژی بگیرن. از مثبت‌ترین احساسات مثل لذت، شادی و هیجان گرفته تا طاقت فرساترینشون مثل غم، کینه، عصبانیت و افسوس. خیلی مهمه که بلد باشیم چطور احساساتمون رو کنترل کنیم تا بتونیم از منابع انرژی روانیمون محافظت کنیم. این انرژی تأثیر زیادی روی توانایی تاب‌آوری ما داره. یه روز داستانی شنیدم که این مفهومو برای همیشه تو ذهن من حک کرد. یه روز یه پدر بزرگ سرخپوست برای نوش داستانی تعریف میکنه. پدر بزرگ میگه عزیزم، درون همه ماها دوتا گرگ هست که مدام با هم در جنگ و دعوان. یکی از اون گرگا گرگ خوبیه و دیگری گرگ بدی. گرگ خوب سمبل همه احساسات مثبته، مثل شادی، لذت، هیجان، غمخواری، محبت. گرگ بد سمبل هر نوع احساسات منفیه، مثل کینه، خشم، حسادت و دشمنی. پسر کوچولو به پدر بزرگش نگاه میکنه و میگه خب بالاخره کدوم گرگ برنده میشه؟ پدر بزرگش میگه گرگی که تو تصمیم بگیری بهش غذا بدی. فرض کنین همه احساساتتون رو برای شام دعوت کردید و همه پشت یک میز بزرگ نشستن. یه طرف میز همه احساسات منفی مثل خشم، حسادت و کینه منتظر غذان و اون طرف میز تمام احساسات مثبت مثل امید، ترحم و بخشندگی. دوست دارید به تمام اون احساسات منفی غذا بدین یا اینکه ترجیح میدین احساسات مثبت رو تقویت کنین و اونا رو پرورش بدین؟ یادتون باشه ملاقه دست شماست و شما مسئول تغذیه روان خودتون هستید. البته من کاملا اینو میفهمم که حرف زدن درباره کنترل احساسات از عمل کردن بهش خیلی راحت تره. بذارین یه مثال عملی بزنم. فرض کنین سر کاری اتفاقی افتاده که شدیداً اعصابتون رو خورد و حسابی اذیتتون کرده. برای کنترل احساس ناامیدی و ناکامی اول از همه فکر کنید. احساس منفیتون رو شناسایی کنین. یعنی با خودتون رو راست باشین که دقیقاً چی شما رو به هم ریخته. بعد به خودتون کمی زمان بدین و از بیرون گود به ماجرا نگاه کنید تا شدت اون حس منفی کمتر بشه. بعدش فکر کنین که برای واکنش به اون اتفاق چه گزینه‌هایی پیش روتون هست. خوب فکر کنید که از چه چیزایی سر کارتون واقعا لذت میبرید. چه بخشی از کارتون براتون واقعا ارزش داره و حس خوبی بهتون میده. کار چه فرصت‌های یادگیری براتون به وجود میاره؟ چه تجربه‌های جدیدی در کار میتونین کسب کنین؟ این افکار نهایتاً بعضی از اون افکار منفی رو که ذهنتون مدام باش درگیره متعادل میکنه و میتونین اون حس به غایت منفی رو به یک حس کمی مثبت‌تر تبدیل کنین. یادتون باشه یادگیری کنترل احساسات و افکار باعث بیشتر شدن تحمل و انعطاف پذیری شما میشه. عمیقاً به این گفته فکر کنین. دیروز یه فکری به ذهنم رسید. اون فکر به احساس تبدیل شد. احساس تبدیل به کلمات شد. بیان اون کلمات منجر به یک رفتار شد. اون رفتار تبدیل به عادت شد. عادت‌های من شخصیت منن. شخصیت من سرنوشت من رو مشخص می‌کنه. بنابراین فکر کنم از امروز کمی بیشتر درباره افکارم فکر کنم.